3، 2، 1. با سلام به تمامی بینندگان پرژن اوارز، امیدوارم از هر کجای دنیا که بیننده ما هستید حالتون خوب و خوش باشه. امروز در برنامه با هم از سری برنامه های پرژن اوارز میزبان جناب آقای مولوی ضیاءالرحمن اصغر هستیم و جناب آقای علیرضا کریمی در این برنامه ما رو همراهی میکنند. با عرض سلام و درود به شما بینندگان و آیت گرامی، تشکر که مثل همیشه همراه ما هستیم. تشکر از خانم رمانی و به خصوص مهمان ویژه ما که از کشور افغانستان، از امارت اسلامی مهمانی ما را پذیرفتند و ای که خیلی از شما عزیزان سوالاتی در قسمت امارت اسلامی داشتیم، اینا حاضر شدند که با ما پاسخ بدن. سلام بر شما جناب مولوی سر. تشکر، سلام به شما و سلام به تمام همکاران تکنیکی شما و از برنامه شما به تمام هموطنهای عزیز که در هر گوشه و کنار جهان هستند، سلام های خود را تقدیم می دارم. سلامت باشیم. تشکر از شما جناب مولوی صاحب که به برنامه ما اشتراک نمودیم. جناب مولوی صاحب، سوالات ما از شما داریم که خیلی از عزیزان از افغانستان در کانال هایی که ما نشر میکنیم، یعنی اخبار و مطالبی که در مورد افغانستان میباشه، از ما خواستن که ما از شما این سوالات رو بپرسیم و امیدوارم که سوالات قانع کننده باشه که بتوانه جواب هموطنان عزیز ما چه در داخل و چه در بیرون از کشور، بخصوص خواهرانی که همیشه سوال دارم داشته باشید. جناب مولوی صاحب، یک از سوالاتی که شاید برای همه این سوال بی‌نهایت مهمه ای که مکاتب و دانشگاه ها، خیلی از عزیزان در یا مقامات امارت اسلامی قول دادن که در برج حمل انشاءالله مکاتب و دانشگاه ها باز میشه، در این مورد نظر شما را خواهم. خب تشکر برادر محترم. واقعا تمام بزرگان امارت اسلامی به سطح وزرا اینمی وعده را دادن به تمام هموطنهای ما که انشاءالله تا ماه حمل مشکل دانشگاه ها یا پوهنتون ها و مکاتب حل میشه انشاءالله و اینا به یک طرح یا یک میکانیزم کار میکنه که بخیر تا ماه حمل این مشکل برطرف کنه و بخیر پس دروازه های پوهنتون ها و مکاتب تمام مراکز علمی پس باز شود. این یک وعده از بزرگان امارت اسلامی بود که ما هم نمیر تایید میکنیم و به هموطنان خود اطمینان میتیم که انشاءالله این مشکل موقت بود و این مشکل حل میشه بخیر. انشاءالله. تشکر از شما به یاری پروردگار پاک. و سوال دومی که خیلی از هموطنان عزیز ما دارن در قسمت پاسپورت جناب مولوی صاحب، که فرمودن فعلا به هر دلیلی که از امارت اسلامی توزیع پاسپورت را مسدود کرده و فعلا پاسپورت به دست نمیاد، اما در بازار سیاه ما میتونیم پاسپورت به دست بیاریم که اکثرشان مقدار هزینش هم گفتن از 1300 تا $2500 در بازار سیاه فروخته میشه پاسپورت. و در این مورد چه نظری داره؟ آیا توزیع پاسپورت باز میشه؟ امکان باز شدنش هست یا که هنوز هم مشکل تکنیکی وجود داره؟ در بخش پاسپورت مشکل تکنیکی هم شاید باشه و یکی که هموطنهای ما متاسفانه وقتی که امریکایی ها از افغانستان بیرون می شدن یک اعلان کردند که ما بسیاری از کشورها گفتند که اینقدر مردم افغانستان ما جای میتیم، اینقدر ما جای میتیم و افغانستان یک کشور فقیر است، غریب است، اقتصادش درست نیست. طبعا مردمشان دیگه جوانایشان کوشش دارند که بیرون از کشور بروند. به این خاطر خیلی مردم یا خیلی جوانها و افغانها میخواستند که پاسپورت بگیرند. به این خاطر ای قدر پاسپورت ها هم نبود، مشکل پاسپورت هم بود و دیگه ای که امارت اسلامی نمی خواهد که مردمشان یا جوانانشان از این کشور بیرون شود و بعد از او در راه ها یا در سرحدات یا مثلا درونم کشورهایی که اینا میرن مشکلات رو برو شود، چون امریکایی ها و دیگه اروپایی ها وعده هایی که کرده بودن چی نمی کردن، به وعده هایشان عمل نکردن. ما شما می بینیم که فعلا هم کسانی که بیرون از کشور رفتن در کمپ ها بسیار در حالت بسیار خراب قرار دارد.
به این خاطر امارات اسلامی کسانی که فعلا خوب با مشکلات تکنیکی پاسپورت متوقف است، اما اگر مشکلات تکنیکی هم حل شود کوشش دارند که به زیاد توضیح نکنه به مردم افغانستان. کسانی که ضرورت دارند، مثلا مشکل دارند، اونا تثبیت شوند و اونا پاسپورت میتر. کسانی که مثلا از شورای خارجی ها متاثر شدند، بیرون از کشور میخواهند بروند و بعد از اون منجا به مشکلات روبرو شوند، امارات اسلامی کوشش دارند که اینمی پاسپورت ها را برایشان توضیح نکنه و ای که دیگر ها مثلا خیانت میکنه یا پاسپورت ها را برای مردم میتر. طبعا دیگه افغانستان کشوری است که نظام جدید است، مشکلات خود داره، اما هموطنهای ما نباید از این قسم اشخاص پاسپورت بگیرند، بخاطر اینکه اونا جعلی هم میسازند. چه بسیاری پاسپورت ها گرفتن که جعلی بودن و این خودش یک مشکل به خود ایجاد میکنند. اول مصاریف پولشان، مثلا پول خود مصرف میکنند و دیگر ای که باز به مشکلات روبرو میشه، هم به در حکومت افغانستان مشکلات روبرو میشه. اگر تثبیت خودش جعلی است، به خاطر چی گرفت، چی مقصد داشت، و هم اگر بیرون از کشور برای برایشان مشکلات ایجاد شد. پس در خوبی است که وطنهای ما جعلکاری نکنه، صبر بکنه در کشور خود اگر ضرورت بسیار اشد نباشه. اما بازم فعلا کسی که مریض داره، مثلا مشکل داره، امارات اسلامی کوشش میکنه که مشکلاتشان حل بکنه، پاسپورت داره برایشان توضیح میکنه. فعلا یک چند وقت است که به خاطر مشکلات تکنیکی شاید متوقف شده، پس انشاءالله پروسهش آغاز می به امید الله پاک. تشکر از جواب شما جناب مولوی صاحب. سوال بعدی که خیلی از عزیزان میخوان ایراد بدانن اینه که چرا زنان از فراگیری علم باید محروم باشند و هیچ توجیه اسلامی هم وجود نداره، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده علم بر زن و مرد فرض میباشه. بله، در محروم بودن خو اصلا امارت اسلامی، اگر ما شما ببینیم امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین گرفته تا وزرا و تا تمام بزرگای امارت اسلامی، هیچ کس نگفته که ما اجازه تعلیم نمیتیم یا یه حرام است یا کدام مشکل شرعی داره، هیچ کس نگفته. فقط این امیر گفته که ما یک میکانیزم می سازیم برایشان یا یک زمینه را برایشان ایجاد میکنیم که هم در چوکات شریعت اسلامی باشه، اصول اسلامی را مراعات بکنه و هم درس خود بخونه. دیگه ایجا کدام کس نگفته که حتی آخر دیگه اجازه نمیده برایشان که درس بخونه. یک ضرورت است واقعا در اسلام، کدام ممانعت نیست که خانوما باید درس بخونه، میتونه درس بخونه از در هر بخش که میخوانه، اگر درس دینی میخوانه، درس عصری میخوانه، و یک ضرورت است. فعلا امارات اسلامی در پلیس خانما داره، حالا این خانما اگر درس نمیخواند اینا چی نمیفهمیدن وظیفه شان که ما وظیفه ما چی هست. اینمی ضرورت است. مثلا در میدان هوایی خواهرای ما کار میکنه، از کامپیوتر را زیاد استفاده میکنه، اگر اینا درس نمیخوان دیگه نمیتونستن که کار کنه در میدان هوایی، در بخش صحت کار میکنه. اینجا فقط ای است که امارت اسلامی میخواه یک پالیسی خوب بسازه و فعلا مشوره ها جریان داره به علما، به دانشمندایی که در داخل کشور هستن. بعد از اینکه تکمیل شد پروسه، انشالله در می چوکاتی که برایشان ساخته میشه، یونیفرم مثلا اگر حجاب باشه و نمو یونیفرمشان هم میشه، به اونمو سیستم میرن درس خود میخوانن انشالله. به امید الله پاک. خانم رحمانی اگر شما سوال داریم ادامه بدیم، وگرنه من سوالات بعدی است. بله، در قسمت اینکه مردمی که بخوان از خارج از افغانستان بیان افغانستان خانوادهشون رو ببینن، مثلا یه خانم تنها، بعد میگن که اونجا بدون محرم دیگه نمیتونی از افغانستان خارج بشی. اگر که یه خانمی مادرش مریض باشه بیاد، حالا بالاخره تو کشورهای اروپایی مردا اکثرا کار میکنن و نمیتونن همیشه با خانم ها مسافرت کنن، بعد اون خانم دوباره میتونه از افغانستان خارج بشه یا میمونه اونجا که محرم نداشته باشه؟ نه، این اصلا حقیقت نداره. من خودم چند خانمی که در نمی سوشال میدیا می آمدن صحبت میکردن، از امریکا و از دیگر کشورها آمدن،
فامیلشان را دیدن، حتی تا 6 ماه تا 7 ماه 3 ماه در افغانستان بودن، پس رفتن. کسی از اونا خود نگفتن که محرم نداری. او فقط به کسانی که مثلا به تجارت برای و فعلا امارت اسلامی قانون نساختن برایشان، یا مثلا خواهرای ما به درس خواندن برای بیرون از کشور، به اونا یک کمی شاید مشکل باشه، چون امارت اسلامی در حالت یک ساختن یک قانون است. اونمو قانون ساخته شود که اینا چی میکنه در برایشان زمینه سازی، مثلا کسانی که میخواهند بیرون از کشور درس بخوانند، خواهرای ما اینا اگر اجازه نمیده، کدام سیستم برایشان میتازه که اینا بتوانند حتی در داخل کشور درس خود بخوانند؟ اگر نمیشه اینا چه قسم میتوانند که بیرون شود از کشور؟ اما کسانی که از بیرون میاید و فامیلاشان در خارج هستند، هیچ کس پرسان نمی کنه که محرم داری یا نداری. چون ما خودم خانما برای ما قصه کردن در اسپیس های تیویتری سوشل میدیا در ایجا ما رفتن پس آمدن، حتی در داخل افغانستان به تمام ولایت ها سفر کردن، گفتن برای ما هیچ کس استاد نشده که شما از کجا آمدین و کجا میرین، و شما خود نرفته باشین از دیگران میتونین پرسان چیزایی که گفتن حقیقت ندارد. در قسمت اینکه مجری های خانوم از تلویزیون حذف شدن یا خبرنگارا، این به نظرتون این منصفانه هست که خانوم ها از رسانه ها حذف بشن؟ خب من که مجری هایی که در رسانه های افغانستان دیدم، هم پوشششون خوب بود هم ماسک می زدن. یعنی واقعا برای مجری سخته که با ماسک بخواد صحبت کنه، این خیلی سخته. حالا حجاب یه چیزیه که میگی حجاب هیچ، ولی ماسک اصلا واقعا سخته. ولی با همون شرایط هم اونا کار میکردن، ولی الان اونا هم حذف شدن از صفحه، و این به نظرم نظر شما در این رابطه چیه؟ بله، من خوب گفتم که امارت اسلامی در ساخت یک قانون هست فعلا که جریان فعلا مسدود شدن، در این شکل نیست. مکاتب هم مسدود هستند، پانتون هم مسدود هستند، در مستیسات هم برایشان گفتن که شما کار نکنین. وقتی که نبی قانون ساخته شد، اعلان شد، بازو معلوم میشه که به خانما کدام جایگاه مثلا در نظر گرفته شد. اگر اونمو وقت جایگاهشان حقشان طلب شده بود، میتونه در چوکات اسلام، در چوکات شریعت از امارت اسلامی حقوق خود بخواید، و در این مورد ما هم برایشان همکار میشیم. اگر کدام حقشان در چوکات شریعت باشه، نه ای که غربی ها میخواید. امارت اسلامی از خود قوانین داره، ما از خود کشور داریم، فرهنگ داریم، اساسات اسلامی داریم. اونمو چوکات وقتی که قانون ساخته شد، قانون اعلان میشه، باز او وقت انشالله اگر کدام حقوقشون تلف شده بود، میتونه که خواستار حقوقشان شود. بسیار عالی، تشکر از شما مولوی صاحب. مولوی صاحب ضیاء الرحمن در یکی از رسانه ها یا در چندین تا از رسانه ها، یکی از عزیزان که در امارت اسلامی من حیث سخنگو فعالیت داشتن، تا جایی که ما اطلاع داریم، در یکی از رسانه ها گفته بودند که در هیچ جای قرآن نیامده که علم فرض می باشد یا فرض گردیده، با وجودی که ما و شما همه می دانیم که تمام صفحات قرآن کریم علمه، و این نشان دهنده اینه که یعنی خودشان و حزب خود خور یعنی بد نشان میدن به جامعه بیرون از افغانستان. در این مورد شما چی نظری دارید؟ به نظر ما اونمو شخص که صحبت کردن سخنگوی رسمی امارت اسلامی نبود. امارت اسلامی از خود دو سخنگوی داره، یکی مجاهد صاحب است و یکی هم قبلا انعام الله سمنگانی صاحب بود و فعلا یک شخص دیگه هست. اونما رسما میتونن که از آدرس امارت اسلامی در برنامه ها صحبت بکنن و پالیسی امارت اسلامی را بکنن. دیگرها همه که میاین، اونا همی البته عضویت امارت اسلامی دارن، اما پالیسی رسمی امارت اسلامی را اینا اعلان نمی کنن. هر چی که میگه، همی گفتنی های بعضی گفتنی هایشان از خود هستند. در بخش تعلیم
فرضیتش هیچ کس منکر شده نمیتونه. اولین آیه در قرآن اقرأ باسم ربک الذی خلق، نمی امر بود که باید درس بخونه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه ایجا باز علما ایره در بخش بخش توضیح کرده، مثلا تقسیم کرده علمی که ما شما دینی را میگوییم برایشان و علم دیگر را ما شما علم عصری و نمور برایشان میگوییم. این علما در بینشان باز این تقسیم کرده فرض و فرض کفایی، و بعضی از علم ها که در علم عصری مثلا انمی انجینیر و دکتر و دیگر، بعضی از این علم ها علما گفتن که اونمو باز مباح هستند، یعنی فرض کفایی هست و در بینشان علم است که او مباح است، کسی میخواد بکنه کسی نمیخواد مشکل نیست مثلا، اما هیچ علم ممانعت نداره حرام نیست. و علم همه علم به نفع انسان ها هست، اگر علم دینی هم هست علاج میکنه مثلا به جامعه اسلامی علم دینی بسیار ضرور است، حتی یک دکتر هم باید اونمو علم دینی را که نمازشان وضوعشان اونمو را باید یاد داشته باشه، اقلا خدا را باید بشناسه مثلا، اونمو خودش یک عالم است در بخش خود. یکی دیگر مثلا مسلکشان دکتری است یا انجینیری هست، اونمو هم به نفع مردم هستند. و شما اگر مثلا در قرآن کریم یک آیت است که خداوند جل جلاله می فرماید که ما آب از آسمان نازل می کنیم و در زمین شما از اونمو آب استفاده می کنیم، مثلا زراعت می شه به شما و شما از او استفاده می کنیم. اما حال که ما شما ببینیم اونمو آبی که از آسمان خداوند جل جلاله نازل می کنه، اگر یک انجینیر نباشه ما نمیتونیم از او برق بسازیم. اونمو آبی که از آسمان خداوند جل جلاله نازل میکنه برای ما خود زراعت میشه، اما اینمی انجینیر است که باز میتونه از او استفاده برق بکنه. مثلا ما شما اگر رزق از انمی خداوند برای ما میته و ایرم میتونیم که اونمو رزق یا اونمو نانی که از انمی آب خداوند برای ما زراعت کرده و ما میخوریم اونمو در برق در روشنی بخوریم، اونمو روشنی چیز حکمت از انمی انجینیر است. ولی ایجا ما میفهمیم که علم همه به نفع بشر است، به خاطر بشریت آمده که بشریت از این علم استفاده کنه. دیگه ایجا هر کس هر انسان از خود یک فکر داره و نمو کسانی که صحبت میکنن تمامشان پالیسی امارت اسلامی نیست، چون امارت اسلامی فعلا مثلا پیلوتها داره، در بخش خود انجینیرها داره. ما شما میبینیم که یک انجینیر سای موتر ساختن، تمام کلانهای امارت اسلامی رفتن، وزیر دفاع برایشان کمک مالی کردن، تشویقشان کردن. اگر به علم دشمنی می داشتن پس این انجینیر از پوهنتون فارغ شده یا از بخش علم عصری که ما شما می گوید. پس این مشکل نیست دیگه، این صحبت های هر شخص است که اونا اینمی صحبت از خود می کنن. بسیار تشکر. ببخشید آقای کریمی، یعنی اگر که پنتون ها و مکاتب باز نشه باز هم علمای افغانستان حمایت میکنن از زنان افغانستان که باید این مکاتب و پنتون ها برای دختران باز بشه؟ ولی این نه تنها که علمای افغانستان، خود امارت اسلامی مشکل به این نداره که خواهران درس بخونن، اما مشکل در سیستم بود، مشکل در 20 سالی که مثلا در افغانستان یک نظام آمده بود، مشکل اونمو بود که بسیار مردم افغانستان متاسفانه یک قسم برش انگیزه داده شده بود که همی فرهنگ افغانی ما و حتی اساسات اسلامی ما تمامشان نه بعدها اینمی را مراعت نمی تخطی می کردن. امارت اسلامی یک سال پوهنتون ها را بند نکردن، فعلا هم ادم امتحان هایشان که خلاص شد بی از اون در کابل در ولایت هایی که سرد بود مثلا و نموجه تا ماه حمل رخصت می شده. اگر مشکل به پوهنتون می داشتن یک دو ماه یا سه ماه چهار ماه قبل اون را رخصت می کردن، می گفتن که شما برای درس بخونید، اما چرا فرصت دادن که امتحان هایشان سالشان
تا آخر برسه، امتحانشان تکمیل شود. بعد از دو از نمی که رخصتی زمستان است از این استفاده کردن، اعلان کردن، و اعلان به خاطر که اینا یک قانون جدید اعلان میکنند. او نمو قانون به خاطر از اعلان شد، یک اعلان میشد تا بار دیگر اعلانشان قانون جدید باشه برای تمام هموطنا و تمام متعلمینی که در پوانتونها و در مکاتب هستند. بسیار عالی، تشکر از جواب کامل شما جناب مولوی صاحب. جناب مولوی صاحب، یکی از هموطنان عزیز ما سوال داشتند که گفتند که اگر کشورهای مثل چین و روسیه امارت اسلامی را به شرط ای که باید خانم ها در کابینه یا در همون قانون اساسی که انشاءالله شما ذکر کردین که روی دست میشه باشه به رسمیت بشناسه، ای را آیا قبول میکنند؟ یا که اصلا خانم ها مشکل جامعه افغانستان نیست؟ اول خو اصلا امارت اسلامی به خانم ها کدام مشکل نداره. دی که مثلا تبلیغات زیاد میشه و بعضی از خواهرای ما متاسفانه وقتی که امارت اسلامی آمد مشکلات ایجاد کردن، مثلا پیش از اینکه مکاتب رخصت نبودن اونمو و خونا بر آمدن، حجاب آتش دادن، صداهای خود بلند کردن، بعضی از شعارها در دیوارها نوشته می کردن، مثلا یک قسم حرج و مرج اعلان چی کردن، و در بین امارت اسلامی و خواهرای ما قسم به اعتمادی را آوردن. به این خاطر مشکلات از اونمو روز آغاز شد، از روزی که اینا به خاطر متاسفانه اکثریتشان به خاطر خارج رفتن یا ویزا گرفتن یا مثلا اینمی چیزایی کارا را شروع کردن، در اینمی وقت اینمی مشکلات ایجاد شدن. شاید امارت اسلامی بسیار به حکمت پیش می رفت، شاید بسیار به تدریج اینمی اعلان ها را می کردن، مجبور نمی شدن که یک بار اقسم اعلان بکنن، چون مشکلات در ایران هم آمدن مثلا و دستای خارجی بودن به این احساسات خواهرای ما استفاده می کردن. و دیگه یکی امارت اسلامی مثلا در پوهنتون های خواهرای ما یا مکاتب پلیس زن نداشتن. امارت اسلامی در حالت جدید است، همه چیز فعلا از سر ساخته میشه. وقتی اگر اینا مثلا تشنج ایجاد میکردن، مشکلات ایجاد میکردن، مجبور بودن که همین پلیس مرد یا نیروهای امنیتی مرد در پیشرویشان برود. اونما اگر میرفتن باز ویدیوها گرفته میشدن، بازم نام بدی امارت اسلامی در صفحات اجتماعی و در رسانه ها و در جهان میشدن. به این خاطر امارت اسلامی تصمیم را گرفتن که یک قانون بسازه و تا موقتا نمی پانتون ها و ایره مسدود کنه تا وقتی که اعلان میکنش. خدا کنه صدای ما داشته باشین که هست. بله، صدا شما رو کامل داره، صدا شما کامل هست. مولوی حسین، این اعتراضاتی که خانم ها انجام میدادن دلیلش چی بود؟ چی میخواستن؟ خواستار چه چیزی بودن؟ خب در این خواه اکثریت شاید شما هم دیده باشین که با آلمان و با دیگر کشورها رسیدن، خود بیرون کردن از کشور، منامایشان پراموش کرده. اما شما میبینید در امی رسانه های سوشل میدیا یک کس به نام نمیدانم نامش چی هست، یعنی همی قسم چند نفر بودن که اینا از بیرون حمایه میشدن، برایشان انمی دستور داده میشد که شما حرج و مرج ایجاد کنین، از دیگر خواهرای استفاده میکردن، از احساساتشان استفاده میکردن. به خاطر که یک نظام جدید آمده باشه، قانون اعلان نکرده باشه، تصمیم در موردشان گرفتن باشه، پیش از پیش اینا بیرون میشدن مظاهره میکردن. و امارت اسلامی باید از اون برایشان گفتن که شما اگر مظاهره هم میکنین، شما باید به وزارت عدلیه مراجعه کنین، از اونموج اجازه بگیرین، جایتان، جای حرکتتان، مثلا از کجا به کجا می روین، شعارهایشان چی است که شما انتقال میکنین، شما چی هست که ما امنیتتان رو بگیریم. اگر یک حمله مثلا در بینتان صورت میگیره، بازم امارت اسلامی ملامتی به امارت اسلامی میشه. به این خاطر مجبور شدن که امارت اسلامی تصمیم های دیگی را باید بگیرن، تا خانم های پلیس مثلا فعلا 3500 تا 400 پلیس داریم امارت اسلامی، اینا را تربیه کردن، اول نداشتن. بسیار عالی، تشکر از شما. جناب مولوی صاحب، اگر خواهران عزیز خواسته باشن به وظیفه
پلیس، مقدس پلیس یعنی که خواسته باشن ادامه بدن یا که خودشان رو ثبت نام کنن، کجا باید مراجعه کنه؟ و بخش پلیس به نظر ما مربوط وزارت داخله میشه. اینا میتونه که وزارت داخله از خود شماره ها داره، میتونه از اونمو شماره هایی که وزارت داخله داره از اونمو معلومات بگیره، زنگ بزنه و اونا برایشان شماره مشخصی که در این بخش می باشه اونا را برایشان میته انشالله. بعد اگر کسی نداشتن ما فراموش کردم انشالله به صفحه شما یا به شما روان میکنم، ارسال میکنم. از خود شماره داره امارت اسلامی بخشی وزارت داخله. بسیار عالی، تشکر از شما. و جناب مولوی صاحب، در قسمت معاشات خانم ها یا خواهران عزیزی که خواسته باشن به پلیس بپیوندن، به پلیس امارت، حدودا چقدر معاش میتونن به دست بیارن؟ خب در مجموع معاشات اساکر مثلا پلیس یا نیروهای اردو از 12,000، از 8,000 تا 12,000 در نمی هستن. دیگه ما در دقیق نمیدونم که اینا چه قسم برایشان تقسیم کرده، اما از 8,000 تا 12,000 معاشاتشان به افغانی هستن فعلا. بسیار عالی. و یک سوال دیگه که برای خیلی ها این سوال میتونه باشه جناب مولوی صاحب، ای که خیلی از خواهران ما شغل، کسب و کار، مسلک داشتن در وقت جمهوریت و فعلا به خاطر از اینکه اجازه برای خانم ها داده نمیشه که اینا فعالیت داشته باشن، خب کار زندگیشان تعطیل شده، مثلا تجارتی که داشتن یا اگر یک دکان مثلا داره میگیم یا یک مؤسسه تحصیلاتی داشتن یا پروژه های دیگه داشتن، اینا از کی میتونم، از این وقتی که حمل، برج حمل میشه، اینا میتونم آیا این پروژه و مسلکشان دوباره باز بسازن، ایجاد وظیفه کنن یا که نه هنوز برای از اینا تصمیمی گرفته نشده؟ در بخش تجارت فعلا هم کار میکنه خواهرای ما. من چند خواهر میشناسم که اونا اینجا داشتن در وقت جمهوریت، آمدن اسنادایشان جدید یعنی تجدید کردن و پس دفاترشان آماده کردن و اینکه فعلا کار میکنن یا نمیکنن. مثلا اگر نمیدادن خب برایشان تجدید نمیکردن. امارت اسلامی در این بخش کدام مشکل نداره در بخش تجارت. و ما شما میبینیم خواهرای ما که اونمو کارهای به دست خود میسازه، اونمو را میاره به نمایش میمانه و حتی بزرگان امارت اسلامی مجاهد صاحب و دیگرا به دیدارشان میآیند، اونا را تشویق میکنن و بسیاری ها جای هستند که اونا کارم میکنن. فعلا در بخش تجارت کدام تصمیم فعلا گرفته نشده، کار میکنه اکثریت خواهرای ما و شاید بعد از این اضافه تر شود. روز به روز امارت اسلامی حالات مثلا در افغانستان بهتر میشه و وظایف هم ایجاد میشه، کارها هم برای خواهرها و هموطنهای ما اضافه میشه. بسیار از تشکر شما جناب مالوز. تشکر آقای کریمی. برای خانم هایی که در حال حاضر بیکار شدن و نوناور خانواده بودن، یعنی سرپرست خانواده بودن، مثل معلم ها، مثل آرایشگاهایی که الان بسته شده، آرایشگاه زنونه، آیا دولت یه بودجه در نظر گرفته به اینا کمک کنه از نظر مالی؟ چون اگر اینا کار نکنن پس از کجا بیارن مایحتاج خودشون رو؟ تا جایی که من میدانم به کسانی که در حکومت کار میکردن به اونا معاشاتشان اجرا میشه، اگر کار میکنه اگر نمیکنه، در خانه هم باشه معاشاتشان اجرا میشه. اینکه به چی تعداد اجرا میشه و چی تعداد نمیشه ایره من دقیق گفته نمیتونم چون در نمی بخش من خبر ندارم، اما این قدر من میفهمم که معاشاتشان اجرا میشه و ایره اعلانم کردن امارت اسلامی بعد از اینکه امارت اسلامی حاکم شد معاشاتشان اجرا کردن. اگر فقرا بودن، اگر مردها بودن مثلا نمی آمدن به وظیفه، بازم معاشاتشان برایشان دادن. امارت اسلامی به اساکیر خود، به کسایی که از امارت اسلامی هستند معاشات نمی دادن تا امروز. مثلا فعلا بعضی هایش معاشاتشان هستند اما بازم از تمامشان نیستن، لکن کسانی که از حکومت قبلی یا مامورین بودن یا مثلا معلمان مکاتب حکومتی بودن
جایی که من خبر دارم با اونا معاشاتشان اجرا میشه. شاید تاخیر باشه، مثلا یک ماه دو سه ماه بعد، که یک قسم یک پروسه است که امارت اسلامی از نگاه اقتصاد مشکلات خود داره، اما این نیست که برایشان داده نمیشه معاشاتشان. و کمک هایی که میشدن اونا هم کمک میکردن، مؤسساتی که مثلا می آمدن پول می آوردن و بسیار انتقاد می شدن که 40 میلیون دلار مثلا هر هفته به امارت اسلامی داده میشه، این امارت اسلامی نمی گرفتن. اونمو خارجی ها می آوردن و خودشان از طریق مؤسسات توزیع می کردن به اینمی کسانی که بیکار بودن، مثلا فقیر بودن، غریب بودن، و به همین خاطر امارت اسلامی ای را پذیرفته بود، به خاطر که ای را باید به امارت اسلامی می دادن، به بانک افغانستان که اینا به بانک خصوصی را می بردن، به مؤسسات می بردن. به خاطر اینمی مشکلات اقتصادی کشور امارت اسلامی اینمی را قبول کرده بودن که اونا بیارن و اونا توزیع کنن، یک کمک به مردم شوه تا افغانستان به پای خود استاده شوه، اقتصاد ما خوب شوه. بعد از اون هم مؤسسه شکار داریم، نه کمک شکار داریم. انشالله ما همه چیز داریم در افغانستان. افغانستان یک کشور بسیار غنی است که ما را نمانده بود، اونا برای ما جنگ آورده بود دیگه، این یک ظلم بود در با افغان ها که صورت گرفت. تشکر. بسیار تشکر از شما جناب مولوی صاحب. در قسمت برمیگردیم دوباره به سوال شغل و مسلک، چون خیلی از همشیره های ما در بخش های مختلف، مثلا در بخش قضات یا قاضی ها فعالیت داشتن، وکیل بودن یا وکلا بودن، درسته که از مردم حتی دفاع میکردن، وکیل های مدافع منظور منه، ولی فعلا اکثرشان یعنی هیچ کار ندارن. آیا در این قانونی که انشاءالله روی دست گرفته میشه برای سال آینده، آیا هدفی یا پیشنهادی برای از این اشخاص یا این شغلا هم شده یا نه، این شغلا در قانون اساسی یا قانون جدیدی که روی دست باشه نیست؟ خب در جایی که ضرورت به مردها هست، به خانما هم هست، مثلا در محاکم هم اگر مردها مراجعه میکنه، یک وکیل مرد ضرورت است، همچنان یک وکیل خانم هم اونموج ضرورت است. شاید در بخش قضا، چون از نگاه اسلام در این بسیار چیز است که یک خانم نمیتونه قاضی باشه، اما میتونه که وکیل باشه، میتونه یک خانم وکیل مدافع یک شخص شود. دیگه در این مورد امارت اسلامی انشالله تصمیم میگیره، اگر علمای که مثلا شورای علما هستن، دانشمندا هستن، اینا همه اینمی قانون میبینن، چیزی که در شریعت مخالف نباشن حتما اجازه میده. اگر در شریعت برایشان کدام دلیل پیدا کردن، اونمورا باز اعلان میکنه به مردم افغانستان که این دلیل است و این را به این خاطر ما نمیتونیم که خواهرای ما در این بخش کار بکنن. تا جایی که ما میفهمم علم ما هست، یک خانم میتونه وکیل مدافع باشه، میتونه در محکمه کار کنه، فقط در قضا از نگاه شریعت خانم نمیتونه که خود خانم قضاوت کنه، قاضی باشه. بسیار تشکر از جواب شما، ممنون. و یک سوال دیگه من از شما دارم که چون سوالات من فکر کنم به پایان میرسه، آیست آیست ای که جناب مولوی صاحب فعلا در وقت جمهوریت صنفای مثل صنف کمپیوتر، صنفای ریاضی و همچنین صنفای زبانهای خارجی مثل انگلیسی، آلمانی و غیره در افغانستان بسیار فعالیت داشتن، اما فعلا متاسفانه تمام این صنفا رخصت یا بسته شده، به خصوص برای خواهران، و نظر شما در این مورد چیست؟ آیا صنفای مثل کمپیوتر که برای ترقی کشور بی نهایت نیاز داریم و صنفای مثل زبانهای خارجی مثل انگلیسی، آلمانی و غیره که برای آینده در افغانستان نیازه، آیا امکان و یا شانس برای خواهران داده میشه، بخصوص خواهران و جوانان که ما داریم در آینده؟ حتما، به خاطر که کشور به ترقی به پیشرفت ضرورت دارد و خانما هم یک جزء از نمی کشور هستند. وقتی که مثلا طب خوانده میتونه یا یک بخش دیگر خوانده میتونه، میتونه که دیگر بخشا را هم بخونه. یک چیزی که من میفهمم امارت اسلامی در 20 سال که ما دیدیم، اکثریت خواهرای ما در بخش جورنالیزم زیاد بود، مثلا اکثریت چون حتی معیارات و نمور هم کامل نمیکن، یعنی تکمیل نکرده بود،
اما هر کس که می رفتن مایک می گرفتن دیگه همه ایشان خبرنگار بودن. شاید در بعضی از بخش ها کم شود و در دیگه بخش هایی که کشور ما برایشان ضرورت داره در اونمو بخش های اضافه شود، کوشش شود که خواهرای ما در اونمو بخش هایی که ضرورت کشور ما هست در اونمو جا درس بخونه. مثلا بخش طب، در طب ما بسیار ضرورت داریم و خواهرای ما در هیچ ولایت ما خواهرای نداریم که کفایت با اونمو ولایت با اونمو ساحه بکنه. در ولسوالی ها خواهید دکتر خانم بسیار نادر شاید باشه که ما اوجا دکتر خانم داشته باشیم و این از امارت اسلامی نیست، یه سالها امی قسم است افغانستان. مثلا از در بخش مکاتب هم بسیاری ها ولسوالی های ولایت هستند که اصلا مکتب دختران نبود اونجا. فعلا امارت اسلامی در نظر داره که باید بنموج هم مکتب باشه و به فرهنگ افغانی به اساسات اسلامی باید برابر تا اونمو مردم برایشون مشکل ایجاد نشود که بگوید که به عادات یا تقالید ما مشکل داره، ما نمیخوایم دختر ما برای و درس بخونه یا در مکتب مشکل است یا از نگاه اسلام مشکل است. امارت اسلامی میخواید یک فتوای کامل و یک سیستم بسیار کامل ایره بسازد تا به هیچ کس و هیچ فرد سوال بعد از او پیدا نشود، نه از نگاه اسلامی و نه از نگاه فرهنگی که ما شما فرهنگ داریم در افغانستان. در هر ولایت حتی در ولسوالی ها باید مکتب داشته باشیم. من خودم از یک ولسوالی هستم که در عمر ما که هست ما خود مکتب دخترها را ندیدم، نه یکی امارت اسلامی. از وقت مثلا ظاهرشاه و دیگر پادشاهی ها را که آمدن یا حکومت ها را کسی اوجه مکتب نساختن و مردمشان هم مخالف علم نیستن، تعلیم نیستن، اما توجه صورت نگرفته بود و یک حکومت نامده بود که تمام کشور در دستشان یکسان باشه. مثل که امروز الحمدلله ما یک امر امارت اسلامی در بسیار ولسوالی دور در بدخشان، در مثلا نورستان، در هر جای باشه اونمو امر چی میشه؟ تایید میشه و اونمو امر اگر امارت اسلامی بکنه اونمو شخص برطرف میشه، دیگر شخص مقرر میشه. حالی ما میتانیم که یک زمینه خوب آمده که علم در تمام کشور باید برایشان زمینه سازی بکنیم، مخاطبه بسازیم. امارت اسلامی نمی قسمی طرح دارد جایی که ما معلومات دارم. بسیار عالی، تشکر از شما. و آخرین سوال از طرف ما که یعنی دیگه تمام سوال ما تمام میشه، ممنون از شما که تا حال همراه ما هستیم و به تمام سوال های ما دانه دانه پاسخ دادین، قربان دست شما، لطف کردین. مولوی صاحب، ای که یک دفتر وجود داشت در افغانستان در قدیم به اسم شورای زنان یا حمایت زنان، آیا امکانش هست در سال آینده وقتی که مکاتب باز میشه چنین دفتر دوباره ایجاد شه که شورای زنان باشه یا خانه امن زنان که در قدیم یک دفتر به اسم خانه امن زنان وجود داشت، آیا یا شورای زنان یا خانه امن زنان امکان دوباره ایجاد شدنش هست از نظر شخصی شما یا از دیدگاه شما؟ ما اینقدر گفتم میتونم اگر ضرورت باشه بنا اونمو دفتری که مثلا خانه امن بود و بسیار یک جای بسیار متاسفانه بسیار بد بود با خانوما، مردم افغانستان از اونمو خانه امن بسیار یک خاطره بد داره. خواهرای ما که مثلا در خانه مشکل ایجاد میشد میرفتن اونموجا که در امن باشه، اما اونموجا برایشان بسیار مشکلات ایجاد میشد و ما ثبوت ها داریم، بسیار اسناد داریم. اما فعلا امارت اسلامی یک قسم خونه می سازه مثل که اونمو خانه امن بوده. فعلا تمام افغانستان به خواهرای ما خانه امن است. اولین فرمان امیر المؤمنین این بود که به خواهرای ما در مثلا در بخش ازدواج صلاحیت داده، یک خانم بیوه می تانه که خودش انتخاب کنه، کسی حق نداره که اونمو را مجبور به عروسی به هر شخصی بکنه، خودش حق انتخاب داره. یک خانم بیوه میتونه که مهر خود بگیره. مثلا در بخش میراث امارت اسلامی امیر المؤمنین اولین فرمانشان شما باز بخوانین اینمی بود که باید میراث اگر بخواید باید براشان داده شود. و در بخش مثلا در بعضی ولایت ها برادرش قتل میکردن باز اونا میخواستن خواهرش در
بدلش میدادند تا مشکلشان خلاص میشد و نمود منع کردند که یی در شریعت اصلا جواز نداره. بسیاری در این فرمان امیرالمؤمنین به خواهرای ما بسیار حقوقشان داده شده از نگاه شریعت و این یک فرمان بسیار جدی است. در آخرش گفته بود که به تمام ارگانهای امنیتی امارت اسلامی امر است که اگر خانم برایشان مراجعه کنه اینا حتما حقوقشان را باید بگیره و امرشان ایستاد شود. به نظر ما فعلا خو تمام افغانستان به خواهرای ما خانه امن است. ما خواهرای ما دیدم که در میدیا امرای ما می آمدن افغانستان از کابل تا بدخشان سفر کردند. کسی برایشان در راه استاد نشدند که خواهر از کجا آمدی، کجا میری، کسی هست امرای کی هست. فقط و نمو کسانی که در چیک پوینت بود می گفتن که وقتی که سیل می کردن که خواهر است، خانم است، می گفتن که در موتر خانم است، شما زیاد مال تفتیش نکنین و بروین پناهتون به خدا. و چون باید تلاشی می شدن اما پلیس زن نیست، به خاطر امارت اسلامی حتی زیاد تفتیش هم نمی کردن به خاطر یک احترام یک خواهر. این ما از زبان یک خواهر شنیدم که برای ما این میره در میدیا در سپیس تویتر این می کسا کردن و او مخالف هم بود، نبود که او از طرفدارای امارت اسلامی بود، او از حکومت قبلی و نمیجا بودن. پس رفتن گفتن این چیز حقیقت است که ما به شما ایجا پسیم دیگه. امارت اسلامی از خود داره اما به این اندازه نداره مثل که در رسانه ها ما شما میشنویم. مشکلات هست، افغانستان یک کشوری از نگاه اقتصاد ضعیف است، مثلا 20 سال نه 45 سال جنگ بود، مردمشان یک قسم به قانون مثلا عادت نکرده که قانون مراعات کنه. شما در نظام قبلی میدیدین که یک تعداد در روز شهید به نام شهید بالا می شدن، سر دیوارم پیر می کردن، سر عکسم پیر می کردن، سر مردمم پیر می کردن. یعنی مردم افغانستان در مجموع یک قسم از قانون خبرم ندارن و عادتم نیستن. این یک کمی وقت می کنه، ضرورت است به وقت تا اینا به قوانین عادت کنن و امارت اسلامی کوشش می کنه از حکمت، از بسیار نرمی کار بگیره، کسی را مجبور نکرده که از زور برایشان کدام قانون تطبیق بکنه. تشکر بازم. تشکر از شما، ممنون از شما، لطف کردین، خیلی تشکر. بله تشکر، ممنون آقای مولوی ضیاءالرحمن اصغر. اگر در آخر حرفی دارید بفرمایید. خب در آخر خوب است، شما تشکری میکنم و از برادر و از شما و تمام هم بزرگوار تاج سر ماست و دیگه هم وطنای ما که ما را میبینن و بیننده هستن و شنونده هستن. با خدا کنه همیز در زبان فارسی یا دری کم مشکلات دارم، اگر کدام سخن ما درست نم باشه معذرت می خواهیم از شما و از هموطنهای خود و تشکر می کنم از شما. خواهش سلامت باشیم، امیدوارم که یک زندگی عالی داشته باشیم و ای که هرچی به صلاح مردم افغانستان، هرچی که به ترقی مردم افغانستان از خداوند می خواهیم همون کار ایجاد بشه انشاءالله. انشاءالله تشکر از شما. ما با آقای مولوی ضیاءالرحمن اصغر از افغانستان تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدارتون.